خیلی راحت اجازه دادن که اونجا اون سمت توپو به تیر دروازه بزنه. این لحظه اسکالا اجازه بدید کورنر رو ببینیم، فرصت شد اون صحنه هم یه بار دیگه به اتفاق خواهیم دید. خسرو حیدری کورنر رو میزنه، این بار بلندتر از رو سر همه عبور میکنه. فابیو جانواریو میفرستن به روی دروازه، باز هم برگشت اول از مدافعین. با سرعت بالا برمیگردن، ابراهیم دیاکی باید خطرناک هم مواظب باشن. نتونست امیر حسین صادقی خطا هم بکنه، از این سمت فرصت هست. محمد سرو خیلی خطرناکه و کورنر، و باز هم محمد محمدی همین دروازه‌بان. یک بار دیگه ارسال توپ به روی دروازه، خطای مهاجم اعلام شد، با کمی تعنی این کار رو انجام داد. یک بار دیگه ببینیم چطور توپ رو زد خالد سبیل، که این بار دیگه محمدی هم تنها باری بود که توپ در چارچوب دروازش بود و کاری نتونست انجام بده، که این بار هم تیر دروازه این کار رو انجام داد. خالد سبیل، این هم ابراهیم دیاکی هست و توپ خوبی که روی ضد حمله فرستادن برای سرور و عکس العملی که محمدی انجام داد. امیدواریم این وضعیت در نیمه دوم یه مقدار تغییر بکنه. استقلال با قدرت بیشتری باید در کارهای تهاجمی و نفرات بیشتر و بهتری شرکت بکنه تا بتونه سه امتیاز بازی خانگی رو بگیره. کیانوش رحمتی خسرو حیدری رو اگر ببینه، حالا میبینه، خیلی هم دیر میبینه. حالا از این سمت جانواریو، سیاوش اکبرپور، امیرآبادی از کنارش تو رفته، در عمق برای فرهاد مجیدی. خود فرهاد مجیدی و بی نتیجه توپ رو بر میگردونند. روی ضد حمله فرصت برای ابراهیم دیاکی، ضد حملاتشون هم فوق‌العاده خطرناکه، خیلی هم سریع بر میگردند. حالا ارسال توپ از عبدالله قاسمی که دقایقی هست اومده به این سمت و نفوذهایی رو انجام میده. دو دقیقه وقت تلف شده ای که داور کره‌ای منظور خواهد کرد، پایان نیمه اول خواهد بود. نیمکت ذخیره های تیم الجزیره هم خندون به نظر میرسند و به هر حال از بازی تیمشون ناراضی نیستند. یه لحظه خسروی داری توپ رو میگیره، پرسه پس از کنار برای فرهاد مجیدی. خود فرهاد در محوطه جریمه پاس رو به بیرون.